به نام جهانداور دادگر، همه رخشندیش را آذین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خدا سلام من به رخ عارفان معنا سنج، که هست در دل هر یک ز معرفت صد گنج. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پی افگندم از نزد کاخی بلند، آب دار بشه یه قنداق بدم، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. درود بیکران بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوب و خوش و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان های شاهنامه، عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان. داستان ما داستان اسکندر، همچنان در فصل پرفراز و فرود، در داستان پرفراز و فرود اسکندر هستیم. اسکندر بعد از فتح و تصرف ایران، سرزمین های هند و همینطور گذر از خانه کعبه، گذر از بیت الحرام، جده، مصر، در ادامه جهانگردی هاش و تصرفاتش رسید به مرز اندلوسیا، گویا اسپانیای امروزی. طی یک بازی و سیاست بازی و شاه و وزیر بازی، جای خودش رو با وزیرش بیتغون عوض کرد و وساطت کرد و جان پسر قیدافه که شاه بانوی این سرزمین هست، حاکم این سرزمین هست، جانش رو نجات داد، جان او و همسرش رو از اعدام یا از کشتن نجات داد و به عنوان پیک یا فرستاده اسکندر در این ظاهر، در این هیئت، با پسر قیدافه روانه دربار او شد. قیدافه که از قبل در داستانهای پیشین گفتیم که استاد صورتگری رو فرستاده بود که تصویر اسکندر یا شمایل او رو بکشه و تصویر او رو دیده بود بر تخت شمایل یا پرده، بنابراین وقتی که این پیک یا فرستاده آمد، فهمید که این پیکی که برای باجگیری آمده در واقع خود اسکندر هست. در گفتگوی محرمانه بین اسکندر و قیدافه، چون اسکندر دید که هویت او فاش شده، سخت غمگین شد، خشمگین شد، اما
قیدافه به او اطمینان داد که جان او در امانه و میتونه به سلامت به اردوگاه خودش برگرده. پند و اندرزی هم به او داد در این میان. اسکندر سوگند خورد که چون برگرده به مرزهای آندلس کاری نخواهد داشت و بدون جنگ و ایجاد گرفتاری از این مرز خواهد گذشت. ببینیم ادامه گفتگوی بین اسکندر و قیدافه شاه آندلس. چون اسکندر سوگند خورد، قیدافه گفت گوش کن، پسر دیگری دارم به اسم تینوش که خردمندی ندارد، حرف مرا گوش نمی کند، پند مرا ارج نمی گذارد. او داماد فور هندی است، سری پرباد دارد، نباید که تو را بشناسد، وگرنه به انتقام خون فور به مقابلت برمیخیزد. حال برخیز و به جایگاه خود برگرد تا ترتیب بازگشت تو را بدهم. اسکندر برگشت به جایگاه خودش، به استراحتگاهش. روز دیگر آمد پیش قیدافه. تینوش و قیدروش، پسران قیدافه، هر دو نشسته بودن کنار مادر. قیدروش به مادر گفت که مادر، ترتیبی بده که بیتقون از پیش تو شاد و خوشنود برگردد، چون که اوست که جان من و همسرم را نجات داده، ما را از کشتن نجات داده. بدو گفت مادر که ایدون کنم، که او را بزرگی به افزون کنم. پس قیدافه خطاب به اسکندر گفت که خب نظر تو چیست؟ فرستاده که میدونیم در واقع همون اسکندر هست جواب داد: ماندن من در اینجا به درازا کشیده. اسکندر بسیار به من تاکید کرد که پیغام برسانم، باج بخواهم و با پاسخ مساعد در اطاعت و فرمان برداری شما برگردم. اگر دیرتر برگردم او لشکر خواهد کشید
و همه کوشش ها بی ثمر خواهد ماند. تینوش پسر دیگر قیدافه، آن پسر تندخوی او، با شنیدن این حرف ها و خشمگین بر سر فرستاده فریاد زد که های سخنان بیهوده مگوی، بنگر کجا نشسته ای، نزد که نشسته ای، اگر حرمت مادر تاجدارم نبود سر از تنت جدا می کردم و انتقام خود را از اسکندر می گرفتم. قیدافه بر سر پسر فریاد زد که این گفتار سخن خود فرستاده نیست، او فقط حامل پیغام است. تو اگر مردی سر از تن کسی جدا کن که این پیام را فرستاده. این مرد جان برادر و همسرش را نجات داده، آن وقت تو با او بدزبانی میکنی؟ پس قیدافه دستور داد پسر را از بارگاه بیرون ببرند. تینوش با خشم بارگاه را ترک کرد. قیدافه به اسکندر گفت مبادا این تینوش بیدانش، بیدانش دیوساز در نهان آزار تو بکند، در نهان اندیشه تباهی تو را بکند. اسکندر گفت بهتر است او را صدا کنی و از او دلجویی کنی. قیدافه پسرش را احضار کرد، از او استمالت کرد و دلجویی. Thank you.
اسکندر به تینوش گفت: از آن حرفایی که به آن تندی به من زدی هیچ رنجشی ندارم. آنچه به من میرسد از اسکندر است، من فرستاده بیش نیستم، مأمورم و معذور. خود از او خیلی آزرده خاطرم. تو دیگر بر من درشتی مکن، خشم مگیر. سعی می کنم که دست اسکندر را در دست تو بگذارم. راستش از تو چه پنهان، در دلم قصد کشتن اسکندر را دارم. کاری خواهم کرد که بی لشکر پیش تو بیاید، بی شمشیر، بی سلاح، بی جامعه رزم. در مقابل تو در حق من چه نیکویی خواهی کرد؟ تینوش گفت: اگر آنچه گفتی به جای بیاوری، من گنج بسیار به تو خواهم بخشید. تو را وزیر و مشاور خود خواهم کرد. سکندر برآمد ز جای نشست، بر این عهد بگرفت دستش به دست. تینوش گفت: خب بگو ببینم، برای انجام عهدی که با من کردی چه فکری داری؟ اسکندر گفت: چون بازگردم تو هم با 1000 سوار جنگاور با من بیا. در راه بیشه ای است، آنجا کمین کن. من زودتر می روم و به اسکندر می گویم که شاه اندلس همراه پسرش تینوش هدایای بسیار فرستاده، تا نیمه راه هم با من آمده، اما عذر دارد، چون که بین انبوه سپاه دشمن نمیتواند بیاید. تو خود برای دیدن هدایا با بزرگان و زبدگان سپاه به آنجا بیا. بعد چون اسکندر به آنجا بیاید و تو را تنها ببیند و سخنان چرب مرا بشنود و بنابراین به نیرنگ و حمله ما پی نخواهد برد، پس چون قصد بازگشتن کند بر او بتاز و کارش را بساز. تینوش با شنیدن این نقشه شاد شد. قیدافه اما مادرش از تدبیر اسکندر در دل به خنده افتاد. اسکندر برگشت به جایگاه خودش، اما شب تا صبح در فکر و خیال هیچ خوابش نبرد. روز دیگر سرزدن آفتاب و به عالمتاب، اسکندر به شتاب رفت خدمت قیدافه. به حضور او بار یافت، قسمهای سخت خورد که قصد کشور او نکنه، یعنی سرزمین او اندلس، لشکریانش هیچ کسی را آزار ندهند و نیکخواه او باشند، نیکخواه مردمانش باشند. قیدافه در سوگندهای اسکندر با دقت و تأمل در واقع نگریسته، اون را از سر صداقت و راستی دید. در پیش همگان گفت: اسکندر از جنگ و خونریزی سیر نمی شود. جنگ برابر گنج می کند، گنجی که با کس وفا ندارد. بهتر است با اسکندر جنگ نکنیم، او را پند و اندرز دهیم. اگر قبول نکرد، بعد با سپاه بسیار بر او خواهیم تاخت تا قدرت و شوکت خود را به او نشان بدهیم. بزرگان این رأی رو پسندیدند، گفتند که آری درست است، صلح بهتر است از جنگ. قیدافه که نظر موافق و مساعد بزرگان و درباریان رو شنید، دستور داد از خزانه تاجی آوردن به فرستاده، که میدونیم اسکندره، به فرستاده داد، گفت: این تاج بی‌بهاست و این تخت تختی است 70 تکه مرصع به جواهر، همچنین
بیش از 40 شتروار جامه، 500 پاره دندان فیل، 400 پوست پلنگ بربری، 100 سگ تازی، 400 تخت دیباب و خز، با 100 اسب گرانمایه و 1000 تیغ و خنجر هندی، همان خود و مخفر 1200. همه این گنجینه رو به بیتقون، همین فرستاده، داد. بیتقون یا همان اسکندر با تینوش پسر قیدافه و این گنج و خواسته روانه شد. همان اسکندر با تینوش و آن گنج و خواسته رسیدند به بیشه‌ای که محل قرار بود. اسکندر به تینوش گفت تو اینجا باش تا من بروم اسکندر را پیش تو بیاورم. پس برگشت به لشکرگاه و سپاهیان از دیدن اسکندر شاد شدند، غریو شادی سر دادند، چرا که از برگشتن اسکندر یه ناامید شده بودند. اسکندر از لشکر 1000 سوار زبده انتخاب کرد، همه مکمل و مسلح. با اونها اومد سمت بیشه، محل قرار با تینوش. اونجا رو محاصره کرد. بر سر تینوش فریاد زد های، گویا قصد جنگ داری. بلرزید تینوش بر جای خیش، پشیمان شد از دانش و رای خیش. گفت پیمان تو با مادرم چنین نبود، همان رفتار که با برادرم قید روش کردی با من هم بکن. سکندر بدو گفت کی شهریار، چرا سست گشتی بدین مای کار؟ زمن ایمنی ترس در دل مدار، نیازارد از من کسی زان تبار. دل خوشدار بر همان پیمان که بستم پای بندم. تینوش از اسب پیاده شد، اسکندر هم از اسب فرود آمد، دست او رو در دست گرفت. گفت من در حضور مادرت گفتم که دست تو را در دست اسکندر میگذارم، پس در همان مجلس که دست تو را در دست گرفتم، در واقع دست تو را
در دست اسکندر گذاشته بودم. سکندر منم، سکندر منم، آن زمان من بودم. به چربی تو را داستان ها زدم. مادرت از راز من آگاه بود. پس به دستور اسکندر مجلس وز می گستردند، آراسته خان گستردند، به شادی باده نوشیدند. به تینوش فرمود که ای در مئیست، که این بیشه دور است و راه تو نیست. به قیدافه گوی ای هوشیوار زن، جهان دار و بینا دل و رای زن. بدارم وفای تو تا زنده‌ام، روان را به مهر تو کندم. با چنین پیامی، پیام پرمهری به مادر تاجدار تینوش، از او خداحافظی کرد و روانه شهر برهمنان شد. ببینیم گفتار اندر رفتن اسکندر به شهر برهمنان. در برنامه آینده شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت